سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من ریتورم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا دلم براتون به شدت تنگ شده بود، امروز اومدیم با یه ویدیوی بمب از کلی چیزای خفن که قرار تگدش تو این ویدیوهاتون بگم، از رزیم کد جدیدی که تو بازی اومده، گردونه‌های خاص و متفاوت و اسکین و جوایز رایگانی که در کنارشون توی بازی هستش، ایونت‌های عجیب و غریب زامبی که از همش مهم‌تره که قرار همه‌شون رو بهتون آموزش بدم و تکتیکش بگم، برید سراغش همین الان تو این سیزن جدید. بهتره بگید آقا خیلی دلم براتون تنگ شده بود واقعا، این مدت به شدت بچه‌ها مشغول سری کارا بودم که حالا تقریبا 30% مربوط می‌شد به کانالمون. حتما زودتر بچه‌ها چنل اگر سابسکرایب کنید سابسکرایب کنید که 40000 تایی چه خواهم دامون که بدون معطلی بریم سراغ اولی موضوع. آقا یه لایک همین الان پای ویدیو بزن که بگم این اخبار اول چیه که داخل بازی اومده. این انفور که همه دارن میگن انفور رایگان لژند جدیده، داستانش چیه؟ واگیه یا کیکه؟ تقریبا 3-4 روز پیش بود که گالاف اومد یه انفور خیلی جذاب و خفن لژند رو معرفی کرد داخل جوایز رایگانش و به صورت اخبار من که این قراره توی بازی اضافه بشه. من اون موقع براتون ویدیوشو نذاشتم چون که ازش مطمئن نبودم، حالا خیلی از رسانه‌ها گذاشتن که آره این انفور رایگان جدیدی که داخل بازی اومده، اما اصل کار این نبود. جایزه رایگانی که قراره به اون تعلق بگیره چیز دیگه‌ایه، چون اکثرا میدونید که جایزه خوبا میره برای نسخه چینی کالاف و کالاف برای نسخه گلوبال اصلیش خیلی مرا معرفت نمیذاره. اما این سری تغییر خیلی خوبی که رخ داده اینه که یکی از قراردادهایی که کالاف بسته دقیقاً با شرکتی بوده که گفته برای نسخه اصلی و گلوبال میخوام این تبلیغ رو انجام بدید و باعث این شده که کلی اسکین رایگان بچا برامون بیاد. حالا همه‌شو با هم دیگه میریم میگیریم. یکی از اونها که توی نسخه چینی ما داشتیم این اسکین دختره بودش که فوق العاده جذاب و فقط برای چینی‌ها بود، ما ندیده بودمش داخل بازی و قراره که برام تا فکر می‌کنم 10 ماه دیگه، یعنی الان اگر که درست حساب کنم تقریبا 7-8 روز دیگه بیاد. و البته توی تست سرور جدیدی که قرار بیاد اپراتور اسکیل جدیدی ما داریم، مپ جدیدی داریم و یه پلیلیست از کلی از جوایز و آیتم های جذابی که داخل بازی قرار بیاد. حالا اگر منتظر بچه‌ها تست سرور رو اون 10000 تا سیکل رایگان هم هستید، حتما برام بنویسید که تست سرور رو بذار تو کامنت. اگر برام بنویسید مثل هر سیزن براتون میذارم. فکر کنم سیزن پیش یکم دیرتر براتون گذاشتم، ولی این سیزن اگر که حالا کامنت زیاد بشه همون روز اول میذارم که حالا تعداد بیشترتون بتونید جایزه‌شو بگیرید. پس همین الان یه لایک پای ویدیو حتما بزن، اگه لایک ویدیو بالا باشه و تست سرور رایگان تو کامنت برام نوشته باشید براتون ویدیوشو میذارم. اما یه چیز خیلی مهمی که تو این استایک حالا باید دیده باشید، اون دوتا استوری که گذاشت، یکیش گفته بود که آقا این گان یا اون گان، یه سری سوالی مسخره پرسیده بود که اصلش این بود که چند تا ردیم کد تو قسمت‌های مختلفش دیده می‌شد. یعنی اگه شما زوم می‌کردی روی استوری یا اسکرین شات می‌گرفتی می‌دیدی که کلی ردیم کد، حتی تو معرفی گان جدیدش هم اگه با دقت اون پایین زوم می‌کردی یه کدوم پایین می‌دیدی که تمام اینا بچه‌ها ردیم کدای جدیدی که داخل بازی هستش. اما اگر همون روز همون ثانیه هم حتی این ردیم کد رو داخل سایت حتی نسخه چینی می‌زدی هیچ جایزه‌ای بهت نمی‌داد. البته بگم که همه این ردیم کدها برای نسخه اصلی خودمون و همه همون میتونیم برای اکانتمون بگیریم. بچه‌ها این 4 تا ردیم کد حتما ازشون اسکرین شات داشته باشید. فعلا بچه‌ها این هیچ کدومشون اینا کار نمی‌کنن، احتمال خیلی زیاد با اومدن تست سرور یا آپدیت جدید کال آف این تست ردیم کد کار کنن. حالا من براتون حتما اطلاع رسانی می‌کنم همون روزی که کار کرد، یا توی کامیونیتی پستامون یا یه ویدیو براتون می‌سازم. حواست باشه که حتما اون زنگوله کنار سابسکرایب روشن کرده باشی که به محض اینکه گذاشتم ازش باخبر بشی. اما یه نکته خیلی 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 جذابی که به شدت منتظرش بودم و واقعا این چند سیزنه خیلی میگفتم که کالاف منتظرم 4 ساله بشه که اون اتفاقای جذاب بیفته چی بود بچه‌ها؟ یه سری گردونه فوق العاده خاص و شیک داریم ما داخل بازی که کالاف مدت‌ها بود ازشون رونمایی نکرده بود و قرار بود که با اون رونمایی از 4 سالگیش بیارتش. یکی از اون دراها، یکی از اون گردونه‌ها این کاراکتری بود که برای مود زامبیه. یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، تمام آیتمایی که تا الان توی مود زامبی اومده هیچ چیز پولی و سی پی ای نداشته، همشون یا با کردیت و سی بودن یا کاملا رایگان بودن، یعنی از اون بهتر واسش بگید تا تمام جایزه هاش. این گردنه قراره که داخل مود زامبی اضافه شه. طبق چیزی که لیکرای کالاف گفتن، اونایی که اخبار لو رفته کالاف رو میگن، این اولین اسکین مربوط به زامبی هستش که قراره که لژندری باشه و کاراکتر لژندری جدید بچا زامبیه. یه کاراکتر فوق العاده خفن که من حتی توی کامنت ها داشتم میخوندم برای اون لیکری که گذاشته بود، میگفتن که خیلی عجیبه وارد یه لابی شی ببینی 3 تا زامبی لژندری، یعنی همه قراره اینو داشته باشن. یه کوچولو عجیب غریبه برامون، اما احتمال خیلی زیاد یه ایونتی براش بذارن که همه نتونن بگیرن اما کاملا رایگان باشه. پس منتظر ویدیو اون هم باشید. در کنار اون بچه
اون SAC-2045 همون موتوکوی معروف و جذاب خودمونو با گان سویچ بلید جذابترش قراره که این سیزن داشته باشیم داخل بازی. یعنی اونایی که خیلی خیلی منتظر بودن که این اسکین رو داشته باشن دوباره میتونن این سیزن گانتیک و کاراکترش رو بگیرن و سورپرایز جذابترش برمیگرده به همون قسمت نیو ویژن سیتی که اون سیزن ما براش کلی ردیم کد و ایونت های مخفی داشتیم، شما کدشو میزدی به جایزه میداد. این سیزن هم باز اون اتفاق براتون تکرار میشه و از اون خیلی جالبی که حالا بهتون هنوز دربارش نگفتم چون اطلاعات کاملی ازش نیومده، بچا مپ جدیدی که داخل بازی میاد حواستون باشه که احتمالا یه مپ جدیدم داریم. حالا اینو لابلای ویدیو گفتم تا یادم بود بهتون بگم. این مپ فوق العاده جذاب، گفتم که حالا حدودا حجم این مپ هم یکم از آلکاتراز بزرگتره، یکم از ایزولیتد کوچیکتره، اما خیلی خیلی طراحی خاص و خفنی داره. یه مپ واقعا بی‌نقص دارن طراحی میکنن که احتمالاً توی همین سیزن ها توی همین آپدیت ها به دستمون برسه و قطعا براتون ویدیوی کاملش رو میذارم. این گردنه بعدی گردنه پاپت را هیچ آیتمی ازش تا حالا داخل بازی نبوده. یه FF AR1 کاملا جدید داخل بازی داریم، بنفش اکثر تم گردنه و اونقدر گردنی خفن نیست. اما نکته جذابش میدونین چیه بچه ها؟ در کنار این پاپت درای ما چند تا آیتم اپیک داریم که یکی از اونها کیارمشه که هنوز هم عکس ازش نداده، اما به گفته خودش از کیارم لجند هم خوشگل‌تره و خیلی قراره که جذاب باشه. و گردونه شادو، چیزی که خیلی خیلی منتظرش بودم، این گردونه با اسکینای فوق العاده جذابه. اون از سنجه 4 سالگی که حالا که جلوتر دربارش بهتون توضیح میدم این هستش به عنوان یه اسپیشیال دیسکاونت یا همون تخفیف ویژه که برای این گردنه میذارن. احتمالاً ارزون ترین گان لجندی باشه که تا حالا توی بازی اومده و شما میتونید گردنشو بزنی. یک K44 خیلی جذابه و کلی آیتم اپیک و لجند دیگه که لجندش معمولاً همون کالین کارد و 4 میشه، اما آیتمای اپیکش خیلی جذابن و خدا رو شکر چیز جذاب و خفنی قرار باشه با اون تخفیف جذابی که ایشالله بهمون بدن، چون که کالاف دیگه گفته قطعا تخفیف داره و از این بابت خوشحالیم. یه دونه اسکین دیگه هم داریم بچه‌ها. این سه تا گردنه جدیدی که اومده به مناسبت 4 سالگی، کلا این سیزن اگر میخواد گردنه بزنید این سیزن وقتشه چون خیلی تخفیف خوبی داده. یکان آرتیک 50 یه اسنایپر خیلی خیلی قدیمی که از قدیم خوب بوده، هیچ وقت به نظر من عالی نبوده به خاطر سنگین بودنش، ولی همیشه مخصوصا برای باتل رویال جزو بهترین اسنایپر بازی بوده. اینم قراره یه آف خیلی خفن براش بخوره. اما بچه از تمام اینا جذابتر همون ووت یا نرسنجی 2-4 سالگی که بهتون گفتمه. سیزن بعدی قراره که یه دونه کاراکتر لژندری قدیمی داخل بازی داشته باشیم و یه دونه متیک که همشو خود پلیر رو نظرسنجی کردن. یعنی چی؟ بهتون ویدیوشم گذاشته بودم و بهتون گفته بودم که هر چیزی رو که پلیر رای بدن قراره داخل بازی برگردونن و در کنار اون هم یه دونه کریت جذاب داریم که به همه داده میشه که همه یگان لژند داشته باشن. البته شانس همه یگانا یکیه، AK117 QQ9 ZRG و RPD داخل این گانا هستن و فقط متاسفانه برای 7 روز برای شما هستش، ولی خب به هر حال جایزه خوبیه. اگه چند تا هم بهمون بدن یعنی شما همه گانا رو یه هفته گان لژند میگیری که به نظرم چیز جذابیه و اگر که توضیحات اضافه‌ای داشته باشه حتما منتظرش باشید براتون میذارم. مرسی که اینجا ویدیو با من بودید. حتما یاد نره که ویدیو رو لایک کنید، یه ریباکس قلب زردم همینجا برام بنویسید که بدونم تو آخرین لحظات با منی. دمتون گرم بچه‌ها، امیدوارم که لذت ببرید و تا یه ویدیو خفن دیگه. فعلا.